بررسی بزرگترین رسوایی نفتی در جهان، یونا اویل در ایران چگونه فعالیت می‌کرده؟ گزارش جدید شفافیت بین‌الملل و فساد مالی، ایران سقوط کرد، وضعیت افغانستان کمی بهتر شد. و برای اولین بار اپرایی بر پایه یکی از داستان‌های خمسه نظامی گنجوی در تاجیکستان. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. کمتر از 3 سال پیش دو رسانه در آمریکا و استرالیا بر اساس درز اطلاعات داخلی یک شرکت را به فساد مالی در بیش از 20 کشور دنیا از جمله ایران برای بستن قراردادهای نفتی متهم کردند. یونا اویل، شرکتی با مالکان ایرانی تبار، همیشه این اتهامات را تکذیب کرده، اما در چند کشور مثل بریتانیا و آمریکا تحقیقات قضایی درباره این پرونده آغاز شده و در بریتانیا هم تا به حال 2 نفر دادگاهی شدند. بی بی سی فارسی برای اولین بار نگاهی کرده به فعالیت‌های این شرکت. آناهیتا شمس به جزئیات کار این شرکت در ایران پرداخته. ماجرا از یک پاکت قهوه‌ای رنگ شروع شد که تابستان سال 2015 با پست به دست نیک مکنزی، روزنامه نگار و پژوهشگر رسید. در این نامه فردی ناشناس سوال کرده بود که آیا نیک مکنزی و رسانه مطبوعش حاضرن در مورد بزرگترین رسوایی مالی در صنعت نفت تحقیق کنند؟ فرد ناشناس نوشته بود اگر پاسخ مثبت است، در روزنامه فیگاروی فرانسه فروش خانه ای را باید آگهی کنند و در آن حتما لغت مونت کریستو را بگنجانند. این آگهی با تصویر خانه ای که از اینترنت برداشته شده بود منتشر شد. بعد از آن فرد ناشناس که لو فیگارو لقب گرفت، شروع کرد به فرستادن پیامک از شماره تلفن هایی در آلمان، ایتالیا و اسپانیا. شماره تلفن هایی که بلا فاصله بعد از تماس کور می شدند. اطلاعات اندک اندک می آمد و پیش برد کار نیاز به ملاقات رو در رو داشت. چند بار قرارها لغو شد تا اینکه در یک کشور اروپایی در محل مقرر لیموزینی نیک مکنزی را سوار کرد. در کنج رستورانی نچندان پر رفت آمد، دیداری کوتاه صورت گرفت و هارد درایوی به دست نیک مکنزی رسید حاوی مکاتبات داخلی شرکتی در موناکو به نام یونا اویل. فرد ناشناس بلافاصله نیک مکنزی را به فرودگاه رساند و اطمینان حاصل کرد که او از کشور خارج شده. حجم زیادی از اطلاعات و ایمیل های شرکت یونا اویل نحوه فعالیت این شرکت در ایران رو هم نشون میده و این اولین باریه که یک رسانه فارسی زبان به دنبال جزئیات فعالیت یونا اویل در ایران رفته و درباره اون تحقیق کرده. یونا اویل شرکتی مستقر در موناکوست، یک بیزنس خانوادگی که پدر عطاالله احسنی همراه 2 پسرش سامان و سیروس مالکان و گردانندگانش هستند. خانواده احسنی با صنعت نفت و نحوه کارش و پیچیدگی های اون آشنا هستند. در کشورهایی مثل ایران که قراردادهای نفتی پیچیدگی های خاص خودش رو داره، قرارداد نفت و گاز به جز اصول فنی به نفوذ سیاسی احتیاج داره. گاهی هم جلب رضایت افراد وابسته به نهادهای امنیتی لازم میشه. یونا اویل از طریق حداقل 10 شرکتی که در ایران داشت فعالیت میکرد. یونا اویل یا مالک اصلی این شرکت ها بود یا سهم قابل توجهی رو در اونها داشت. برای اینکه بفهمیم یونا اویل چطور راهش رو برای قراردادهای نفت و گاز در ایران باز می‌کرده، میتونیم از بین مثال‌های متعدد به مثال پتروآرام اشاره کنیم. پتروآرام زیرمجموعه بنیاد رشد وابسته به دانشگاه شریف بود. 19% سهامش هم مال بنیاد مستضعفان. هیئت امنای بنیاد رشد رو طیفی از چهره‌های اصلاح طلب، اصولگرا، مؤتلفه و تکنوکرات تشکیل میدن. در اون زمان از چهره‌های شاخص میشه به محمد رضا عارف، اکبر ترکان، غلام رضا شافعی، محمد میر محمد صادقی و حاج علی عبداللهیان اشاره کرد. در هیئت مدیرش هم اکبر ترکان و محمد میر محمد صادقی از افراد شاخص بودند.
مدیر عامل وقت پترو آرام علی منزوی استاد شیمی دانشگاه شریف بود که در مقاطعی هم عضو هیئت اجرایی دانشگاه بود. یکی از ایمیل های داخلی شرکت یونا اویل نشون میده که علی منزوی از یونا اویل درخواست ماهانه 10,000 دلار کرده بوده، که عطالله احسنی هم به دلیل روابط فوق‌العاده ی آقای منزوی با پرداختش موافقت کرده بود. البته بی بی سی فارسی نمیدونه آیا چنین پرداختی انجام شده یا نه، ولی بی بی سی فارسی مدرکی رو دیده که نشون میده یونا اویل و علی منزوی چطور به توافق رسیدند. روال کار این بوده که برخی قراردادهای نفتی به پترارام داده میشده و اونها بعد به دنبال شرکایی برای اجرای اون میگشتند. علی منزوی در جلسه‌ای به یونا اویل میگه که توانایی این رو داره که سرمایه شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی معروف به شستا رو بیاره، نفوذ سیاسی هم داره که مثلا در هیئت مدیره بنیاد شریف که سهامداران پترو آرام بودن همگی وزیر هستن، که به طور مشخص هم به نام اکبر ترکان اشاره میکنه. ما درباره این اتهام ها هم با یونا اویل و هم علی منزوی تماس گرفتیم، اما حاضر نشدن به هیچ کدوم از سوالای ما جواب بدن. یونا اویل وقتی در ایران چنین روابطی رو برقرار میکرده، میتونسته که خودش رو به یک شرکت عظیم غربی اینطور معرفی کنه که غیر از توانایی های فنی و کارگاهی که در ایران داره، ارتباطات خاص هم در شرکت های نفت و گاز ایران داره. یونا اویل میگفته به افراد کلیدی در شرکت مناطق نفتخیز جنوب، شرکت توربین جنوب، شرکت ملی گاز و پتروشیمی شیراز و کالاکیش دسترسی داره. یونا اویل چارت سازمانی شرکت های نفت و گاز دولتی رو که باهاشون کار میکرده تهیه میکرده و بعد افراد کلیدی رو مشخص میکرده. به این ترتیب رضایت خریدار نهایی تجهیزات و خدمات رو هم به دست می آورده تا که امضای لازم رو پای قرارداد بزنه. در بین کسانی که یونا اویل باهاشون کار میکرده به نام افرادی اشاره میکنه که شاید معروف ترینشون سیف الله جشن سازه، کسی که سالهای سال سمتهای عالی در شرکتهای زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران داشت. آقای جشنساز اخیراً دوباره اسمش وارد فهرست تحریم‌های ایران شد. وزارت دارایی آمریکا در سال 2013 آقای جشنساز رو تحریم کرد به این دلیل که او به عنوان مدیر وقت شرکت بازرگانی نفت ایران با بابک زنجانی ترتیب فروش میلیون‌ها بشکه نفت ایران رو دادن، در حالی که طبق فرمان باراک اوباما برای تحریم ایران باید اموال دولت و نهادهای مالی ایران مسدود می‌شدند. وزارت دارایی آمریکا شرکت بازرگانی نفت ایران رو وابسته یا عامل سپاه پاسداران میدونه. در کیفرخواستی که علیه رضا زراب به دادگاهی در نیویورک ارائه شده، اومده که رضا زراب در ماه مه سال 2013 برای آقای جشنساز ترتیب ملاقات با وزیر سابق اقتصاد ترکیه و مدیر کل سابق بانک ترکیه رو داده بوده تا بتونن پول نفت رو از طریق حساب آقای زراب در این بانک ترکیه و با کمک بانک سرمایه به حساب شرکت بازرگانی نفت بریزن. تقریبا 2 سال از انتشار جزئیات فعالیت شرکت یونا اویل در خیلی از کشورها میگذره که در بعضی از اونها تحقیقات رسمی داره انجام میشه و یا روزنامه نگارانش در حال تحقیق هستن، اما در ایران در 2 سال گذشته در این باره سکوت خبری محض بوده. هیچ یک از مقامات ایران در این باره واکنشی نشون ندادن و اگر هم تحقیقاتی شده کسی از اون اطلاعی نداره. بیشتر از 70 نماینده مجلس در ایران از بیژن زنگنه وزیر نفت به تندی انتقاد کردند و گفتند که او اراده‌ای برای دور زدن تحریم‌ها ندارد. آنها در نامه‌ای به سران سه قوه گفتند که وزارت نفت ایران در جهت جلب حمایت کشورهایی مثل هند، چین، روسیه، برزیل و چند کشور دیگر برای ادامه مبادلات نفت کوتاهی کرده. دور تازه تحریم‌های آمریکا میزان فروش نفت ایران را از بالای 2 میلیون بشکه در روز به حدود نصف و گاهی کمتر از آن کاهش داده. اگرچه 8 کشور به گونه‌ای مشروط از تحریم‌های آمریکا معاف شدند، ولی نزدیک به 3 ماه آن گذشته.
عمده‌ترین منبع درآمد ارزی ایران در پایان این دوره چه وضعی خواهد یافت؟ جزئیات بیشتر از شیدا هوشمندی. بعد از اجرای برجام، ایران موفق شد مقدار صادرات نفت خود را با سرعت قابل توجهی به شرایط پیش از اجرای تحریم‌های هسته‌ای نزدیک کند. وزیر نفت ایران به همکارانش همزمان که برای پس گرفتن سهم ایران از بازار جهانی انرژی در تلاش بودند، فعالیت‌هایی را هم برای جلب همکاری شرکت‌های بین‌المللی انجام دادند. اما با کارهای کسانی که خود را دلواپسان می‌نامیدند، در ارائه مدل تازه قراردادهای نفتی ایران ناکام ماندند. اندکی بعد تصمیم این مرد همان موقعیت در صادرات نفت را هم به چالش جدی کشید. حالا پرسش این است که آیا با بازگشت تحریم‌ها صنعت نفت ایران می‌تواند جان سالم به در ببرد؟ افت صادرات نفت که حدود 6 ماه پیش محسوس شد، فرصتی را برای رقابت‌های سیاسی به وجود آورده. امروز 72 نماینده مجلس در نامه‌ای به سران قوا، بیژن زنگنه وزیر نفت را متهم کردند که تمام روزنه‌های موجود جهت بی‌اثر کردن تحریم‌ها را مسدود کرده. نمایندگان مجلس در واقع از بیژن زنگنه انتقاد می‌کنند که چرا بعد از برجام طبق روال معمول در دولت‌های گذشته جمهوری اسلامی با چین و روسیه وارد تفاهم‌ها و قراردادهایی نشده که در موقع تحریم فروش نفت همچنان قابل اجرا باشند. آن سوی گیتی، کاخ سفید برنامه‌هایی دارد تا همزمان که به صادرات نفت ایران ضربه می‌زند، مشتریان ایران ضربه نخورند و بازار نفت مشکل پیدا نکند. رژیم ایران از ماه می تا کنون بیش از 2.5 میلیارد دلار درآمد نفتی را از دست داده. ما تصمیم گرفتیم تحت شرایط خاص به بعضی کشورها معافیت موقت برای خرید نفت ایران بدیم تا عرضه نفت در بازار تضمین بشه. معافیت‌های نفتی در دور تازه تحریم‌ها نقش مؤثری در تعیین شرایط بازی می‌کنند. وقتی که در نوامبر امریکا صنعت نفت ایران را تحریم کرد و هنوز مشخص نبود کدام کشورها معافیت موقت می‌گیرند، مشتریان ایران خرید نفت را متوقف کردند و صادرات ایران به زیر 1 میلیون بشکه در روز افت کرد. بعد از آنکه 8 کشور دارای معافیت مشخص شدند، خرید به ویژه از سوی ترکیه از سر گرفته شد و صادرات نفت ایران به بالای 1 میلیون بشکه برگشت. در ژانویه، ژاپن و تایوان هم به خرید خود اضافه کردند و صادرات به بیش از 1,100,000 بشکه رسید. این سیاست دوگانه ای امریکا یعنی کاهش درآمد نفتی ایران و همزمان حفظ قیمت نفت در بازارهای جهانی به طور نسبی موفق بوده. امریکا توانسته صادرات نفت ایران را در حد کمی بیش از 1 میلیون بشکه در روز نگه دارد. این در حالی است که در لایحه بودجه کل کشور برای سال 98 میزان صادرات نفت خام 1,540,000 بشکه در روز در نظر گرفته شده. همین نشان می‌دهد که هنوز سال جدید نرسیده، دخل دولت با خرجش همخوانی ندارد. اما مشکل اینجاست که حتی اگر تحریمی در کار نبود، برای حفظ مقدار تولید نیاز به سرمایه‌گذاری هنگفت خارجی بود، چون صنعت فرسوده نفت ایران برای ادامه حیات به نوسازی جدی نیاز دارد. حالا تحریم‌ها به مشکل مالی صنعت افزودند. مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش می‌دهد که در لایحه بودجه سال آینده جذب 4,400,000,000 دلار سرمایه خارجی و نزدیک 6 میلیارد دلار در قالب وام از بانک‌های کشور و انتشار اوراق مشارکت در بخش نفت پیش بینی شده. این مرکز اما تأکید می‌کند بعید است با توجه به بدهی نزدیک به 49 میلیارد دلاری شرکت نفت، بانک‌های داخلی بتوانند این منابع را تأمین کنند. حدود 4 ماه به پایان مهلت معافیت مشتریان نفتی ایران مانده. درباره تمدید معافیت‌ها پیام‌های ضد و نقیض به گوش می‌رسد. برخی گزارش‌ها می‌گویند واشنگتن شمار کشورهای دارای معافیت را کم می‌کند. از طرف دیگر، اداره اطلاعات انرژی آمریکا از احتمال تمدید نشدن معافیت‌ها می‌گوید. کمتر کسی از تصمیم‌هایی که پشت دیوارهای این ساختمان گرفته می‌شود خبر دارد. این بی‌خبری ابهام و ناپایداری شرایط را برای ایران دوچندان دشوار کرده. شیدا هوشمندی، BBC.
گزارش جدید شفافیت مالی میگوید ایران در بین 180 کشور رتبه 138 را در فساد مالی دارد. بر اساس این گزارش شاخص ایران در سال 2018 نسبت به سالهای گذشته بدتر شده است. هرچند رتبه فساد مالی در افغانستان 172 است، ولی شاخص شفافیت مالی این کشور نشان می‌دهد که نسبت به سال گذشته کمی بهتر شده است. جزئیات بیشتر از مریم افشنگ. گزارش سال 2018 سازمان شفافیت بین المللی میگه که اکثر کشورها در مبارزه با فساد مالی شکست خوردن. بر اساس این گزارش فساد مالی تأثیر مستقیمی در بحران دموکراسی دنیا داره. گزارش شاخص شفافیت مالی سال 2018 180 کشور دنیا رو بررسی کرده. شاخص فساد در این گزارش بین 0 تا 100 که 0 نشون دهنده کشورهای به شدت فاسد و 100 شامل کشورهای شفافه. دانمارک و نیوزلند بهترین شاخصها را در گزارش 2018 داشتند. شاخص فساد در دانمارک 88% و در نیوزلند 87% بوده. اما جایگاه ایران در این گزارش کجاست؟ ایران رتبه 138 رو در بین 180 کشور دنیا داره. در گزارش اخیر شاخص فساد مالی ایران 28% بوده که نشون میده وضعیت ایران نسبت به سالهای گذشته بدتر شده. شاخص فساد مالی در ایران در سال 2017 30% بوده. و اما افغانستان. افغانستان رتبه 172 رو در بین 180 کشور دنیا داره. شاخص فساد مالی افغانستان در سال 2018 از 116 بوده. البته گزارش سال 2017 نشون میده وضعیت در سال 2018 یعنی یک سال بعد کمی بهتر شده. شاخص فساد در سال 2017 15% بوده. سازمان شفافیت بین المللی میگه هیچ کشوری به طور کامل از فساد مبری نیست. هرچند بعضی کشورها پیشرفت قابل ملاحظه‌ای برای شفافتر شدن داشتن، اما اکثراً هیچ تغییری نکردن. تضعیف نهادهای دموکراتیک بیشترین دلیل فساد میتونه باشه و گزارش منتشر شده هم میگه سیستم قضایی سالم و مستقل، آزادی بیان و رسانه‌ها، نهادهای دموکراتیک و مشارکت شهروندان میتونه به مبارزه با فساد کمک و دولت‌ها رو وادار به شفافیت بیشتر بکنه. پلیس تهران درباره سگگردانی در پایتخت هشدار داده. فرمانده پلیس گفته با کسانی که در اماکن عمومی سگگردانی می‌کنند به شدت برخورد خواهد شد. به گفته حسین رحیمی، سگگردانی باعث ایجاد ترس و دلهوره در مردم می‌شود. آقای رحیمی گفته حمل سگ در ماشین هم ممنوع است و با متخلفان به شدت برخورد می‌شود. جزئیات بیشتر از باران عباسی. صحنه هایی که در شهرهای کوچک و بزرگ دنیا بخشی عادی از زندگی انسان هاست. در ایران اما قدم زدن با سگ‌ها یا حتی سوار کردنشان در ماشین برای صاحب سگ درد سرساز است. این تصاویری است از برخورد پلیس با صاحبان سگ‌هایی که به مکانهای عمومی آورده شدند. برخوردهایی که چند سالی است شدت گرفته. تحت عنوان آنچه طرح تشدید امنیت اخلاقی خوانده می شود. امروز پلیس تهران بار دیگر درباره آنچه سگگردانی می خواند هشدار داده. برخی افراد با آوردن سگ به معابر عمومی باعث ایجاد ترس و دلهوره برای شهروندان شدند. پلیس با اخذ مجوز از دادستان تهران با افرادی که در اماکن عمومی مانند پارک ها سگگردانی می کنند برخورد خواهد کرد. حمل سگ در داخل خودروها ممنوع است و در صورت مشاهده برخورد جدی پلیس با حاملان سگ در خودروها انجام خواهد شد. چند روز پیش آوردن سگ‌ها به مکان‌های عمومی در لواسان هم ممنوع شد. بعد از اینکه دو سگ در پارک دریاچه لواسان به یک دختر بچه حمله کرده و او را به شدت زخمی کردند. در نامه‌ای که در خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضایی منتشر شده، رئیس حوزه قضایی لواسانات گفته از آنجایی که صاحب این سگ سهل‌انگاری کرده، آوردن سگ به مکان‌های عمومی کلاً ممنوع می‌شود. در واقع تذکرات رو نادیده بگیرن دوستان، خب موافقان این محدودیت نگهداری از سگ را تقلید از فرهنگ غرب و خودنمایی می‌دانند.
بعضی هم نگران مسائل بهداشتی هستند، مثل کسانی که با گزارشگر تلویزیون دولتی ایران گفتگو کردند. نه بابا نمیذارم بیاد توی آشغال دنیا. فرهنگ اسلامی جور در نمیاد. در الگو میشه برای این بچه‌ها. مریض میشه 100% گرفتار میشه. همینجوری تو پارک بلو هستن سگا. مخالفان اما میگویند ممنوع کردن حضور سگ‌ها در مکان‌های عمومی پاک کردن صورت مسئله است و در عوض باید نقص موجود در قوانین در مورد زندگی انسان با سگ را برطرف کرد. در قانون ایران شرایط نگهداری از سگ‌ها و آوردنشان به مکان‌های عمومی مشخص نیست. 4 سال پیش طرحی در مجلس ارائه شد که نه تنها قدم زدن با سگ را ممنوع می‌کرد، بلکه برای خرید و فروش و نگهداری سگ هم مجازات‌هایی تعیین کرده بود، مثل 74 ضرب شلاق و جریمه نقدی از 1 تا 10 میلیون تومان. این طرح اما هنوز در صحنه علنی مجلس مطرح نشده. در بریتانیا میتونید سگ‌ها رو هر جا ببینید، توی پارک، توی خیابون، توی قطار، مترو، حتی توی بعضی از رستوران‌ها، اما نگهداری ازشون قوانین سفت و سختی داره. مثلا سگ‌ها حتما باید اسمشون ثبت بشه، باید تربیت بشن تا از دستورات صاحبشون اطاعت کنن. همینطور اگر که سگ مطفوع کنه صاحبش باید سریع اونو از روی زمین جمع کنه، وگرنه جریمه سنگینی میشه. اگر سگی به کسی حمله کنه هم همینطوره، هم صاحبش ممکنه که جریمه بشه، همین که به زندان محکوم بشه. در رسانه‌های ایران نام سگ با مزاحمت، انتقال بیماری و آزار و اذیت جسمی گره خورده، در حالی که پژوهش‌های زیادی از فواید نگهداری از سگ سخن می‌گویند. از سگ‌های آتش نشان گرفته تا سگ‌های راهنمای نابینایان که عصای دست صاحبانشان هستند. حتی سگ‌ها در مواردی برای کمک به مبتلایان به افسردگی و استراب هم مفید هستند. پژوهشگران همچنین میگویند سگ‌ها شما را اجتماعی می‌کنند، از تنهایی درتان می‌آورند و حتی بعضی از بیماری‌هایتان را زودتر از شما متوجه می‌شوند. برای بخشی از جامعه ایران سگ یک عضو خانواده است و شاید راه حل نه حذف کامل آن از چهره شهر، بلکه وضع قوانین مشخص برای حفظ امنیت آنها و شهروندان باشد. باران عباسی، بی بی سی. در تاجیکستان برای اولین بار بر پایه یکی از داستان‌های خمسه نظامی گنجوی، شاعر ایرانی قرن 7 هجری، اپرایی تهیه شده است. خسرو و شیرین قصه ای است از عشق خسرو پرویز، پادشاه بزرگ شاهنشاهی ساسانی، با شیرین شاهزاده ارمنی. مؤلفان این اپرا این قصه عاشقانه را محور نمایش خود قرار دادند. خبرنگارمان سهراب ضیا بعد از تماشای نخستین نمایش اپرای خسرو و شیرین از شهر دوشنبه این گزارش را فرستاده. دلم خاک تو بود ای سرو چالاک، برافکن سایه ای چون سرو بر خاک. من آن باغم که میوه‌اش کس نچیده است، درش پیدا کلیدش ناپدید است. بعد از شنیدن این سخن شیرین، خسروی سرمست از عشق و جوانی و خودخواهی، غرور و مستی را کنار میگذارد و با معشوقه خود اظهار محبت میکند. تا به این جای داستان، دو دلداده درد و رنج زیاده را تحمل میکنند و با راهنمایی استادانشان بزرگ امید و شاپور به وصال همدیگر میرسند. در بخش نهایی نمایش، شیرویکی حاصل ازدواج اجباری خسرو با مریم، دختری شاهی روم است و عاشق مادری ناتنیش شیرین شده، پدر خود را به قتل میرساند. شیرین خنجر را از دست شیرویه میگیرد و خود را میکشد و در کنار خسرو جان میدهد. نقش خسرو را در این نمایش قربان مراد زاکیروف بازی کرده. میگوید در آغاز کار فکر میکرد که توانایی اجرای این نقش را ندارد. امروز چقدر این نقش خسرو به دل من جا شده است که حتی نمیدونم، بسیار حالاتی میشد که خود را بیرون از کار هم در همون نقش همین خسرو حس میکردم. اشعار اپرای خسرو و شیرین را گلنظر کلدی، شاعری مردمی تاجیکستان، از این داستان نظامی گنجوی برگزیده است. برای ایجاد پیوند میان بخش‌های از داستان،
که از عشق ناکام شاه ساسانی پرویز و شاهزاده ارمنی شیرین روایت میکند، نزدیک 50 بیت از خود به آن اضافه کرده. نظامی گنجوی بزرگترین شاعر ماست. هم نظامی، هم شاهنامه فردوسی و هم مولوی. این سه بزرگی که سرچشمه پاکی زبان ما هستند. من در البته در همین مکتبات تربیت یافتم، اما من بسیار نظامی را دوست دارم. در تاجیکستان داستان‌های کهن ایرانی از جمله قصه‌های شاهنامه یا عاشقانه‌های لیلی و مجنون و کامده و مدن را از سال‌های دور تا به امروز بارها روی صحنه تئاترها اجرا کردند. این بار خسرو و شیرین با همت هنرمندان اپرا و باله شهر دوشنبه روی صحنه می‌رود تا نقطه عطف دیگر در کارنامه هنری مردم تاجیکستان ثبت گردد. موسیقی خسرو و شیرین را امیربک موسی آهنگساز تاجیک نوشته. به گفته آقای موسی در گذشته در ارمنستان برای این داستان موسیقی نوشته بودند و حالا در تاجیکستان او به این کار اقدام کرده. از یگان آهنگ از یگان جا گرفته نشده است. نه تقلید رویه به آذربایجان، به ارمنستان، به ایران زمین عموماً شباهت ندارد. سهراب زیا، بی بی سی، دوشنبه. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش‌های باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.